تو برای مادر گریه میکردی، ای برادر خاک مرا درمون کردی، درد مرا دوا کردی. بعد از اون سال 1382 بودش که پسر عمه من که صاحب یک مؤسسه خیریه هست برای نگهداری سالمندان با بنده تماس گرفتن، گفتن با روز مادر هستش و عده‌ای از دانشجوها اومدن به اون سرای سالمندان و موسیقی دارن برای این خانم های مسن اجرا میکنن و اینها هم به حال بسیار شرف زده هستند و خیلی صحنه دراماتیک و جالبی هستش. مستند زجه بیشتر حالت مستند گزارشی داشت تا یک مستند هنری که خیلی تصاویر هنری یا پلانهای هنری یا تدوین هنری اینها داشته باشه، ولی همونجوری که من اونجا در حال ضبط بودم و صحبت کردن با اینها یک دفعه یک اتفاقی افتاد که همون نقطه عطف فیلم شد، یعنی در واقع فیلم تقریبا با اون سکانس بود که اگر جوایزی گرفت یا مورد استقبال قرار گرفت فکر میکنم 80% به خاطر اون قضیه است. یکی از اون خانم ها منو صدا کرد و گفت آقا یک لحظه میشه تشریف بیارین؟ بعد رفتم پیششون، گفت که میشه عکس منو بگیرید و به قول خودش بندازید تو تلویزیون که صاحبش پیدا بشه؟ بفهمم میشه عکس بندازید تو تلویزیون صاحبش پیدا بشه؟ ما بچه هم حالوم نمیم عکسم بدم عکس ندار عکس خودم ازت بگیرم؟ بعد چی کار کنم؟ بذارم تو تلویزیون؟ بذار تو تلویزیون که چی؟ عشق ازم بگیر. خب بعد بچه هم بیام پالو. بچه ها پیدات کنم اگه نمیدونن اینجایی؟ میدونن، قهر کردن. بیمارستان امام بودم، بستری بودم. بسر هم گفت دیگه مگر بپوسیم بیاین پالو، یعنی بمیری. بستری بیان دنبالت بری از اینجا؟ نه، میخوام خواری ازشم بدونم. میخوام بدونم چی کار شدن، پسرم چی کار شده، 6 تا پسر بچه دارم، بچه ها چی کار شده، 6 تا بچه بی مادر دارم، خودشم میگن نیستش. اینطور خدا برات خوش کنه، شادی خداست این نجاتی پیدا کنم، بچه هم ببینم. الان دو سال و 3 ماه اینجا، 3 ماه بیمارستان من بودم، 2 سال و 6 ماه من خونه در آمدم، بچه هم بچشم ببینم. خدا برات خوش کنم، خیلی دلم تنگه، پسر من نیست دلم تنگه. از هر کم میپرسم میگه نیستش، اصلا شونش نیست. 6 تا بچم دارم، 3 تا دختر 3 تا. خب خیلی دردناک بود، یعنی من همجور که ازشون فیلم میگرفتم پشت دوربین واقعا منقلب بودم. بعد از اون هم خیلی پیگیری کردم ببینم فرزندانشون کجا هستن، آیا میشه پیداشون کرد یا نه، ولی خب اصلا به نتیجه نرسیدم چون اصلا نمیشناخت، کسی نمیدونست که پسرشون کیه و کجاست و اینها. خلاصه گذشت تا اینکه حدود 8 سال بعد، سال 1390، همجوری دوباره رفتم اونجا که سراغ این کسایی که توی این فیلم بودن رو بگیرم. تمام سالمندانی که اونجا در اون فیلم حضور داشتن فوت شده بودن به جز ایشون زنده بودن. پرسیدم، گفتم چی شد، فرزندانشون پیدا شدن نشدن؟ گفتن که ایشون اصلا دیگه یه جورای راحت شدن، مشکلات اختلالات ذهنی پیدا کردن و فکر میکنن که پسراشون میان میبرنشون. بسیار ازشون حرف میزنن، میگن همیشه من میرم پیششون، در صورتی که اصلا آثاری از فرزندانشون نبود.
به خدا دیوار نشد. میشه آدم دلش تنگ نمیشه. سه سال بچه نبینی. به خدا نشد خود کارم نبوش خود کارم. کاش میمیم دوام کنسرم میبینم.